بازی تاج و تخت بالاخره به آخرین قسمت خودش میرسه و بعد از مدت ها حالا سرنوشت اقلیم پادشاهی برای همه اونایی که منتظر یه حادثه یه خارق العاده بودن معلوم میشه. روزا و هفته های زیادی اومدن و رفتن تا بالاخره کسی سوار بر شعله های آتش از راه برسه که ناآشناتر از بقیه بوده. از پس اسمهای کوچیک و بزرگی که برای نشستن روی نیمکت تیم ملی دیده می شدن، دو روز پیش مرد بلژیکی کشاورزاده ای پا به پای تخت گذاشت که تا لحظه آخر از جلسات محرمانه فدراسیون فوتبال اسمی ازش شنیده نشده بود. البته شاید برای مربی که قبلا نماینده سنای کشورش بوده، برگزاری جلسات محرمانه فدراسیون فوتبال ایران توی کشور سالس خیلی هم عجیب نبوده باشه و یا حتی شاید برای اون طبیعی باشه اگه با تشریفات خاص و یه ماشین لوکس ازش استقبال بشه. چیزی که باید امیدوار باشیم انقدر عمل کرده خوبی داشته باشه که سالها بعد با همین ماشین لوکس به کشورش بدرقه بشه و دوچار سرنوشت تلخ بعضی از مربیای خارجی ما نشه. حالا سناتور به صندلی داغ سرمربیگری تیم ملی تکیه میده تا بر اقلیم فوتبال ایران حکومت کنه. حکومتی که حتما باید با شناختن پروفسورا، امپراتورا، سلطانها و ژنرالها کارش رو شروع کنه و به پیش ببره. سناتور راهی جز فتح قله‌های فوتبالی و راضی کردن مردم صبوری که به فوتبال عشق می‌ورزن و انتظار یه تیم حرفه‌ای و بروز رو دارن نداره. سناتور باید قبل از شروع به کار شناخت کافی از فوتبال ایران و جامعه شناسی مردم و فرهنگ غنی و هزار توی ایران به دست بیاره. موضوعی که شاید تنها با کمک مطالعه تاریخ و مشاوره‌های خوب و دلسوزانه میتونه اتفاق بیفته. اون خیلی زود بعد از چشیدن مزه غذای ایرانی باید طعم شیرین و تلخ فوتبال ایران رو هم بچشه و تنش رو با گرما و سرمایه اون عادت بده. سناتور باید بدونه برای کسب تجربه به اینجا نیومده. اون اومده تا تجربه‌های شیرین رو برای فوتبال ایران تکرار کنه. تجربه‌هایی که به راحتی به دست نمیان و اون اینجاست تا صحنه‌های هیجان انگیز رو سن آزادی به صحنه ببره. هرچند خیلی زود معاون خودش رو هم انتخاب کرده، اما این بار انتظار داریم مربیای وطنی و تیم‌های پایه هم از وجودش بهره‌مند بشن. سناتور باید مرد روزهای سخت باشه، چرا که روزهای سختی در پیش داره. روزهایی که بعدها تاریخ از اون به نام روزهای سناتور یاد می‌کنه.